سلام دوستان عزیز دکتر ارشی هستم امروز میخواستم در زمینه با ارگانیک فود سپیشالی کافی براتون صحبت کنم اینستنت کافی یا نسکافی که ما هر روز بهش میخریم و استفاده میکنیم آیا ارزش داره که شما یه پول بیشتری بدید برای یک متریالی که بهش میگن ارگانیک مثلا ارگانیک کافی Does it worth it or not? So همونطور که شما میدونید من سمشناسی خوندم بیشتر از 15 سال و آشنایی زیادی دارم با سموم گیاهی سموم ضد حشرات سموم ضد قارچ و همچنین فرتیلایزرها و انواع مختلف موادی که در طول کالتیویت و کاشت یک محصول ازش استفاده میکنن خیلی مختصر و ساده براتون توضیح بدم پول دادن بابت یه همچین محصولاتی تنها فایده ای که برای شما داره فا... فایدهش روانی یعنی به صورت روانی شما فکر میکنید آمن دارم زندگی بسیار خوبی انجام میدم من الان خیلی هلتی هستم خیلی اه... به سلامت خودم اهمیت میدم و این چیزا کلا کلی با خودتون حال میکنید که مثلا من یه پولی دادم و یه چیز خیلی عالی گرفتم که درش هیچ سم و هیچ سمومی وجود نداره ولی در حقیقت در حال حاضر وقتی که شما محصول کشاورزی دارید مثلا کافی کافی محصولی که اینجا نیستش که شما یک سال بکارید بعد سال دیگه چیز دیگه بکارید این سالی این سالهای سال در همون محل همین کافی همین درخت قهوه رو درختچه قهوه رو اینا باید نگهداری کنن و محصولش رو برداشت کنن وقتی هم که یک محل خاص رو شما محصولش رو مونوکراپ میکنید یعنی تک محصول میکنید تمام آفات به اون منطقه جمع میشن این حالتی که مثلا بگی که در فلان محل یه دونه معدن تلاس همه ملت حمله میکنن که تلاها رو هپلی هپو کنن دیگه حشرات و قارچه هم همینطور وقتی متوجه میشن یک محل خاصی اون اون مواد یا اون گیاه هایی که مورد علاقهشون هستش و مورد ازش تغذیه میکنن وجود داره همه حمله میکنن با اون نقطه در نتیجه این مسئله ارگانیک و استفاده نکنن سموم شیمیایی یه چیز مزخرف و همچین توهمزاییه حالا چجوری اینا اجازه پیدا میکنن که بزنن اسم ارگانیک اینا چون که غیر واقعیه اینا مجبور میشن یه سری پروتکل بزنن مثلا میگن اگر طول کاش شما از این بایو پستیساید یعنی پستیساید طبیعی استفاده کنید که اونم خود شیمیایی مثلا آزادی روتنون یا همچین چیزایی اون وقت میگن خب شما مثلا میتونید الیجیبل بشید که بزنید ارگانیک متریال ولی آخر دو آخرش شما هر چقدر سعی کنید بالا پایین تمام این ارگانیک فودها، ها تمام این ارگانیک پروداکت ها همشون نهایتا 20 درصد سموم کمتر دارن از محصولات دیگه و دلیلش هم بسیار ساده است چون اگر اینا این کار انجام ندن محصولشون از بین میره یا قارچ میگیره یا کپک میزنه یا حشرات بهش حمله میکنن و اون محصول دیگه قابل استفاده و تولید محصول کامرشیالایز نمیتونه باشه در نتیجه استفاده میکنن حالا خودتون میدونید دوست دارید پول بدید بابتش یا علی مدد امیدوارم این ویدیو براتون جالب بوده باشه تا برنامه بعد